چه بکنیم حالا ما این دو لوایه برامون الان مهم هست. فعلا ما این سی اف تی و پالرمو برامون بسیار مهم است. ما امروز صبح هم پیرامون این موضوع باز یک جلسه رو داشتیم قبل از جلسه هیئت دولت. به هر حال ما اگر تو لیست سیاه بریم، تحلیل ما این هستش که اتفاقا تسلط اطلاعاتی بیگانگان رو بر ما بیشتر میکنه، برخلاف این که تصور میشه اگر ما به پیوندیم تسلط اطلاعاتی ما بیشتر میشه، نرفتن ما در و نپیوستنمون به موضوعات این لوایه وقتی تو لیست سیاه رفتیم، امروز نقل میشد که حتی برای یک زندانیمون در یک کشوری که قرار بوده مقداری پول براش فرستاده بشه، حتی اون پول رو هم دیگه میخوان ردیابی بکنن از کجا برای یک فرد زندانی ایرانی برای مخارجش داره در اونجا میره. یعنی با توجه به هر حال به سازوکارهای تکنولوژی که دارن، به اعتقاد ما نرفتن ما هم موضوع اتهام ما وارد میشه، هم اتفاقا اشرافشون رو ما بیشتر میکنه. در حقیقت اون تحفظایی هم که ما در نظر گرفته بودیم به اعتقاد ما هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمیکنه. به هر حال ما تو شبکه بین المللی مخابرات هستیم، ما عضو پروتکل هاش هم هستیم، نمیتونیم عضو پروتکل هاش نباشیم. اینجا هم یه سری مسائل داره که من فکر میکنم مجموعه مباحثی که مطرح هست به منفعت ملی ما بیشتر در این هست که ما این لوایح رد نشن و ما به این پروتکل ها بپیوندیم، بی خودی بهانه ندیم. من شنیدم که باز کسی فردی